برمیگردیم به تاجیکستان. صدها نفر مشتریان توچ پروم بانک شکایت دارند که از دو موبایل سو بانک بازگرداندن پول مبلغ امانت‌هایشان را قطع کرده است. ماه مارت سال گذشته با پیشنهاد بانک ملی و قرار دادگاه توچ پروم بانک مفلس اعلان شده بود، اما طوری معلوم می شود با گذشت اینک یک سال و دو ماه هنوز سرسونی مشتریان بانک خاتمه نیافته است و آنها پولشان را گرفتن نمی توانند. عبدالله شروف همکار ما با تحلیل این موضوع مشغول است. عبدالله سلام، سبب در چیست؟ چرا بانک پول مشتریان را نمی دهد؟ سلام شهلا، سبب اساسی که با گذشت بیش از یک سال مشتریان پول خود را از تاجیک پروم بانک گرفته نمی توانند این است که در برابر مشتریان مبلغ های بانک ملی و وزارت مالیه نیز در این بانک درمانده است. از این رو با درخواست وزارت مالیه تمام اموال بانک حبس شده است. بنابراین مدیران موقت بانک مفلس شده تاج پروم بانک نمی توانند اموال آن را با فروش گذاشته پول مشتریان را بازگردانند. خب آیا شماره مشتریان و مبلغ آنها که در بانک درمانده است معلوم است عبدالله؟ بله شهلا، عین زمان بیش از 600 نفر پول امانت خود را از تاج پروم بانک گرفته نمی توانند. جمع مبلغ های آنها 90 میلیون سومانی گفته می شود. چند از امانت گذاران در صحبت با ما گفتند تا ماه مارت بانک با قسمی از امانت گذاران 1000 سومانی می داد، اما بانک پرداخت همین مبلغ را هم از ماه مارت به این سو قطع کرده است. از این رو مشتریان در یک حالت یأس و افسردگی و عصبانیت قرار دارند و میگویند اگر در زودترین فرصت مقامات به داد آنها نرسند، آنها دیگر خویشتنداری کردن نمی توانند. افسردگی مشتریان از بنبستی به میان آمده است، چون وزارت مالیه نه خود اقدام میکند که اموال بانک را فروخته پولش را بگیرد و نه امکانیت میدهد که خود مدیران برهمدهی بانک اموال را فروخته پول مردم را بدهند. تیر ماه سال گذشته خیرالدین قادیروف یک مشتری این بانکی 100 هزار دلارش در مانده بود دست به خودکشی زد. اگر وضعیت به این منوال ادامه کند دوباره سر زدن چنین وضعیت از احتمال دور نیست. خب با امید می بندیم که وضع به این حد نمی رسد و امانت مردم بسپاس گردانده می شود. تشکر عبدالله.